بینندگان عزیز و همیشگی کانال کلونومی، حالتون چطوره؟ خوشحال میشم که ویدیوهای ما رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. تو این ویدیو میخوایم در مورد علامتهایی صحبت کنیم که بدن هشدار میده. اگر برنامه غذایی فعلیتون از مواد غذایی ناسالم تشکیل شده، باید بدونید که بدنتون به مرور دچار کمبود ویتامین و مواد مغذی میشه. سلامتی شما نشون دهنده نوع تغذیه شماست. هر ماده غذایی که وارد بدنتون میشه، هضم میشه و بخشی از وجود شما رو میسازه. در این میان سبک زندگی ناسالم و استفاده از غذاهای پرچرب با کالری بالا و فراوری شده همراه با علامت هشدار دهنده فیزیکیه که شما رو مطمئن میکنه دچار فقر رژیم غذایی هستید. شماره 1، عدم ترمیم زخم. برخی اوقات زخم‌های جزئی دیر به درمان پاسخ میدن و این میتونه ناشی از کمبود تغذیه‌ای و مصرف غذاهای پرکالری باشه. اجتناب از غذاهایی با کالری بالا و فاقد اسیدهای چرب ضروری، دریافت ویتامین‌های آ، B12 و ویتامین C برای بهبود زخم بسیار مناسبه. دو، کاهش عملکرد ذهنی. مصرف مواد غذایی آلرژیزا بر عملکرد ذهنی شما مؤثره. از رژیمی پیروی کنید که ماده آلرژن نداشته باشه. همچنین تغذیه با ابتلا به افسردگی رابطه داره. برخی آمینو اسیدها سطح نوروترانسمیترها رو در مغز بالا میبره که باعث کاهش افسردگی میشه. همچنین منیزیم ناکافی در رژیم غذایی افسردگی رو تشدید میکنه. برخی مطالعات نشون میده که افزایش سطح پروبیوتیک ها باعث کاهش سطح هورمون های استرس و در نتیجه کاهش استراب میشه. 3. موهای آسیب دیده. اگرچه داشتن موهای سالم تا حدی به ژنتیک مربوطه، اما ضعف رژیم غذایی میتونه منجر به آسیب فولیکول های مو شده و رشد مو رو کند کنه. رژیم های غذایی کم پروتئین با این روند مرتبطه. در عوض میتونید برای جلوگیری از آسیب موهاتون اسیدهای چرب ضروری، ویتامین C، روی یا زینک و آهن دریافت کنید. 4. چین و چروک. اگرچه تجربه چین و چروک پوست با بالا رفتن سن اجتناب ناپذیره، اما خب غذا خوردن و پرهیز از سیگار و الکل میتونه روند اون رو به تأخیر بندازه. با توجه به تحقیقات دانشگاهی ایالت اورگان، بهترین راه برای جلوگیری از چین و چروک مو مصرف غذاهای سرشار از ویتامین C، A، D و آنتی اکسیدان مثل فلانوئید و کاروتنوئیده. مصرف حداقل 5 وعده میوه و سبزی در روز و استفاده از مرطوب کننده های طبیعی و مصنوعی، به علاوه پرهیز از سیگار و الکل، چین و چروک پوست رو به تأخیر میندازه. 5. بیماری های لثه و دندان. خونریزی لثه و یا افزایش درد دندان ها نشان دهنده عادات تغذیه نادرست، نوشیدن الکل، استعمال سیگار هستش. در حالی که سیگار میتونه مشکلات عمده‌ای برای سلامت دندان ها به وجود بیاره، شکر هنوز مقصر اصلیه. مصرف بیش از حد قند اغلب از طریق نوشابه ها میتونه منجر به سایندگی مینای دندان، پوسیدگی و درد دندان بشه. اجتناب از این نوشیدنی ها با افزایش مصرف ویتامین C به درمان تورم و خونریزی لثه ها کمک میکنه. و 6. مشکلات گوارشی. اگر شما به طور مداوم دچار ناراحتی بعد از مصرف غذا میشید یا احتمالاً از سوء هاضمه، ناراحتی معده و اسهال و یبوست رنج میبرید، میتواند نشانه ای از یک رژیم غذایی فقیر از نظر فیبر باشه. توصیه به مصرف 38 گرم فیبر در مردان به طور روزانه و 25 گرم فیبر در زنان میتونه مؤثر باشه. مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو و تا ویدیو بعدی. شب و روزتون خوش.